ما مادله منفی نو منفی این افاده داخل قوس نوکس اکس منفی شش تمام چیزها از منفی نو تفریق میگردد مساوی به سه ضرب این افاده افاده چار اکس مثبت شش میشود حالا اولین چیزی که ما میتوانیم انجام دهیم برطرف کردن این قوس ها میباشد و بهترین را برای از بین بردن این قوس ها ضرب کردن است این یک منفی یک دارد چون شما یک منفی اینجا میبینید ولی این شبیه داشتن چیزی مثل منفی یک است. ضرب این کمیت و اینجا شما یک سه ضرب این کمیت دارید. پس حالا بیایید که این را با در نظر داشت خواص توضیحی ضرب کنیم. پس در سمت چپ معادله ما منفی نوع خود را داریم. و سپس ما می خواهیم که به هر یک از این افاده ها منفی یک را ضرب کنیم. لذا منفی یک ضرب نوX اکس مساوی به منفی نو اکس. و منفی یک ضرب منفی شش مساوی به مثبت شش است یا جمع شش و سپس آن مساوی است به بیایید سه را به داخل قوض ضرب کنیم سه ضرب چار اکس می شود دوازده اکس و سپس سه ضرب شش می شود اجده. حالا چیزی که می خواهیم انجام دهیم بیایید که اعداد ثابت ما را وصل کنیم اگر بتوانیم ما اینجا یک منفی نو و یک شش در اینجا داریم در این طرف ما افاده های مشابه را یک جا می کنیم ما دوازده اکس و یک اجده را یک جا نمیتوانیم. پس بیایید که این را وصل کنیم بیایید که منفی نو را با شش یک جا کنیم دو عدد ثابت ما در سمت چپ معادله پس ما این منفی نو اکس را داریم. لذا ما منفی نو اکس جمعه ببینیم ما یک منفی نو داریم و مثبت شش پس منفی نو جمع شش مساوی به منفی سه می شود پس ما منفی نو اکس خواهیم داشت و بعدا یک منفی سه بنابراین منفی سه در اینجا آن منفی نو و مثبت شش می باشد و آن مساوی به دوازده اکس مثبت اجده است حالا ما می خواهیم که تمام عبارات x را در یک سمت معادله گروپ کنیم و تمام اعداد ثابت را منفی 3 و مثبت 18 را در سمت دیگر افاده های x را در سمت چپ دارم شما مجبور نیستید که آنها را در سمت چپ داشته باشید پس بیایید آن را انجام دهیم پس من می که تمام x در سمت چپ باشد باید تکلیف این 12 x را در سمت راست معلوم کنم و بهترین روش برای انجام دادن آن تفریق کردن 12 x از هر دو طرف معادله می باشد سابر کنید که 12x را از راست تفریق کنم و همین طور از سمت چپ حالا در سمت چپ من منفی 9x منفی 12x دارم پس منفی 9 منفی 12 مساوی به منفی 21 می شود منفی 21x منفی 3 مساوی است با 12x منفی 12x خب آن مساوی به هیچ چیز می شود صفر می شود پس اینجا می توانم که یک سفر بنویسم اما هیچ نیازی به نوشتن آن نمی کل چیز سمان تفریق کردن 12 x از سمت چپ بود و آن مساوی می شود به پس در سمت چپ نزد ما فقط یک اجده باقی مانده است نزد ما فقط آن اجده در اینجا باقی مانده است اینها اختصار میشوند. حالا بیایید که این منفی را از هر دو طرف از بین ببریم پس در سمت چپ ما تنها x را داریم و در سمت راست ما عبارت ثابت را داریم پس بهترین را برای اختصار کردن منفی 3 اضافه کردن مثبت 3 می باشد این دو اختصار می شوند به صفر پس ما 3 را به سمت چپ اضافه می کنیم بیایید سه را به سمت چپ اضافه کنیم و حاصل می شود طرف چپ معادله ما منفی 21 اکس داریم اینجا نداریم که جمع و تفریق کنیم پس ما منفی 21 اکس داریم منفی 3 با مثبت 3 اردو اختصار می شوند موضوع اصلی همان بود 18 جمع مساوی به چی است؟ 18 جمع 3 مساوی به 21 است. حالا ما منفی 21 اکس مساوی به 21 را داریم و می خواهیم که اکس را دریابیم. پس اگر شما چیزی را ضرب اکس داشته باشید و اکس را بخواهید پس باید که آن را تقسیم چیزی کنیم. در این حالت آن چیز مثل منفی 21 میباشد. پس بیایید که هر دو طرف این معادله را به منفی 21 تقسیم کنیم. هر دو طرف را تقسیم منفی 21 می کنیم. سمت چپ منفی 21 تقسیم منفی 21 اختصار می شود و تنها نزدتان یک اکس باقی می موضوع اصلی در عقب تقسیم کردن به منفی 21 همان بود. و حاصل می شود اکس مساوی است به 21 تقسیم منفی 21 مساوی به چی است؟ خب آن فقط منفی 1 می باشد. درست است؟ شما از 21 هم حالت منفی اش را دارید و هم مثبتش را که به هم تقسیم کردید لذا این منفی 1 می باشد. پس آن جواب ما می باشد. حالا بیایید که تثبیت کنیم که این واقعا کارایی برای معادله اصلی دارد. پس بیایید که منفی یک را در معادله اصلی تعویض کنیم. پس ما منفی نو داریم. این را در اینجا انجام می دهم. و با یک رنگ متفاوت از رنگ هایی که قبلا استفاده می کردیم. منفی نو منهای آن یک در اصل در آنجا نبود. فقط به طور مفهومی در آنجا بود. منفی نو ضرب منفی یک. 9 ضربه من منفی یک را در قوس قرار میدم منفی شش مساویس به خوب در واقع بیایید که طرف چپ را وقتی که من یک را در آنجا تعویز شده را حل کنم پس سمت راست منفی نو می شود منفی نو ضربه منفی یک می شود منفی نو منفی شش و پس این منفی نو منهای داخل قوس منفی 9 منفی 6 مساوی به منفی 15 می شود لذا این مساوی به منفی 15 است و پس منفی 9 حاصل می شود اجازه دهید که مطمئن شوم درست انجام دادم منفی 9 منفی 6 می شود منفی 15 بنابراین منفی 9 منهای منفی 15 آن مشابه به چیز همانند منفی جمع 15 می باشد که حاصل 6 است پس آن چیزی که ما در سمت چپ مادله وقتی ما x را که مساوی به منفی 1 است را تعویض کنیم می باشد ما حاصل میکنیم که این مساوی به 6 می باشد از این رو حالا بیایید ببینیم که چه اتفاقی ببینیم زمانی که ما منفی 1 را در سمت چپ معادله تعویض میکنیم با رنگ سبز انجامش میدیم ما داریم 3 ضربه 4 ضربه منفی 1 جمع 6 پس آن مساوی به 3 ضربه منفی 4 جمع 6 منفی 4 جمع 6 مساوی به 2 است لذا این سه ضرب دو که همچنان شش می باشد پس وقتی که x مساوی به منفی است شما اینجا تعویض می کنید طرف چپ شش می شود و از سمت راست شش می شود لذا این یقینا کارایی دارد